سلام او درناوی پس از خبر گورې زس مریلای واسینیم نظام الدین قیصاری د هیواد په لری پراتو ولایتونو کې یو له هغو قماندانانو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې اوس ویل کېږي په تبعید کې دی او له ډېرې مودې راهیسې په د ترکیې په انقره کې ورځې شپې سبا کوي. دې خواته حکومت یا ځینې نورې کړۍ دي چې د هغوی د راتګ پر وړاندې د خنډونو او ممانیتونو په ایجادولو تورنیږي. په همدې درشل کې په ناببره توګه ولسمشر د یو ځانګړي امر په ترڅ کې د یو شمیر قماندانانو د نیولو امر صادر کړي. یو یې هم جنرال عبدالرشید دوستم ته منصوب او نږدې قماندان نظام الدین قیصاری و چې په فاریاب ولایت کې د کمانډو ځواکونو لخوا د ولسمشر په امر ونیول شو. وروسته یوه ویډیو خپره شوه چې په خورا بد ډول باندې د نظام الدین قیصاری منصوب ساتونکي د ګویا کمانډو ځواکونو لخوا وهل کیږي او دغه ویډیو هم غبرګون راوپارول. له یوې خوا یې د معترضانو غږ لا اوچت کړ او له بلې خوا یې بیا په دې مورد کې د بشري حقونو په عین حالت کې غږ اوچت کړ او اوس ویل کیږي چې دغه ډول وهل او ډبول آیا جواز لري او کنه. په څنګ کې دغه قضیه کوم حالت ته رسېدلې، لویه څارنوالي څه وایي او دوسیه چیرې ده؟ په همدې پس از خبر کې تر بحث لاندې نیسو، خو مخکې تر هغې وقفه اخلو، بیرته راګرځو. راغلاست نظام الدین قیصاری ساتونکو د وهلو ډبولو ویډیو خپره شوه. اوس د بشري حقونو ضد ګام بلل کیږي. کمانډو ځواکونه نه مني چې دوی دا کار کړی ده او په عین حالت کې معترضان او د نظام الدین قیصاری پلوي کسان وایي چې دا د حکومت په امر د کمانډو ځواکونو لخوا شوی تر ټولو ستره شکنجه ده. په همدې اړه بحث لپاره راسره له نیکمرغه دلته په سټوډیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي او تر څنګ یې د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي صاحب موجود دي. تاسو دواړو ته ډېر ښه راغلاست. هم ډېره زیاته ونه کړو چې زموږ بلنه منلې ده. آقای رسولي، قضیه قیصاری تا کجا رسیده؟ فعلا دوسیهشان در کجا موقعیت داره؟ تشکر میکنم. من سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب صدیقی صاحب و همکارای تخنیکی و بیننده های محترم برنامه. خدمت شما باید عرض بکنم آنچه که در گزارش هم به نشر رسید قبل از این و شما دیدیم و در ارتباط به سوال شما، لوی څارنوالی افغانستان با توجه به یک اداره است که مسئولیت در راستای تطبیق قانون داره و رسیدگی به جرایم و جنایت از مسئولیت های اساسیش است، همزمان به این حمایت و دفاع از حقوق و آزادی های مردم افغانستان جز از مسئولیت های مهم اساسی خود میدانه. با توجه به درک این مسئولیت خود، آنچه که در این چند روز رخ داد و ادعای در ارتباط به مسائل آزار و اذیت و مسائل شکنجه و مواردی وجود داشت، لوی څارنوالی افغانستان مانند همیشه با درک مسئولیت خود هیئت را توظیف کرد تا این مسائل مورد بررسی و ارزیابی خود قرار بده. همچنان مسائل دیگری که شما یادآوری کردین، این مسائل هم تحت بررسی است که سخنگوی نهادهای دیگری هم در ارتباط به این مسئله صحبت‌های خود داشتن. در صورتی که بازم معلومات و جزئیات بیشتر ضرورت باشه، در روشنه احکام قانون مسائل هم اطلاع رسانی خواهد شد. آیا دوسیه آقای قیصاری به لوی څارنوالی رسیده؟ خدمت شما عرض کردم که دوسیه تحت امو مراحل بررسی های ابتداییش در نهادهای مربوطیش قرار داره و اما انگی های لازم در ارتباط به بررسی از قضیه وجود داره. از زمانی که او فعالیت ها و بررسی ابتدایی در قبال قضیه تکمیل شود، څارنوالی هم به خاطر بررسی از قضیه آماده است و جز مسئولیتش است در روشنایی احکام قانون مانند سایر قضایا با او برخورد قانونی خواهد کرد و اجراءاتی که لازم است پیرامون از او مطابق احکام قانون صورت خواهد گرفت. صدیقی صاحب، اصلی موضوع تر اگرز و روسته به بیاد رسولی صاحب نظر هم واخل و اگر چه تاسی پوری تراو پیدا کهی و روسته ویدیو ده ولکی گی چه ده نظام الدین قیصاری کسان یا ساتون کی ده حکومت پامر بنده ده کماندو ځواکونو لخوا وهل شوی ډبل شوی ویدیو تاسی هم لیدلی ده ستاسو دریدز. من نکوم او ده حضرم خطاس جناب رسولی صاحب ده افرول معزه زولی دیم که اسپلنی که ایلی و سلام نولن نکوم. علیکم سلام. گرشی ده دولت اساسی مکلفیت او دند ده ده چه ده خلق و یا ده افغانستان ده اولس اگا اساسی بشری او دودوی ده انسانی حیثیت او کرامت حمایت ملاتر او
حفاظت وکړي په افغانستان کې. کله چې متاسفانه داسې ناخوال رامنځته کېږي او داسې کړنه ترسره کېږي چې په دې کې زموږ د ځینو خلکو د دوی انساني کرامت، د دوی بشري حقونه، د دوی بشري ارزښتونه تر پښو لاندې کېږي، دا یو کړنه ده چې د زموږ د نافذه قوانینو سره، زموږ د هغه نړیوال بشري ارزښتونو سره او همدارنګه د نړیوال هغه میثاقونو یا بشري کنوانسیونونه چې د افغانستان حکومت په هغه باندې متعهد سوي دي، د دې سره کاملا مغایرت لري او هیڅ امنیتي او دفاعي منصوبین دا حق نه لري د یو چا سره داسې کړنه وکړي یا داسې برخورد وکړي چې د دوی انساني کرامت، د دوی بشري حقونه، د دوی اساسي مثلا ازادیو نقص سي او تر پښو لاندې سي. او زموږ غوښتنه هم دا ده کله چې داسې پېښه رامنځته کېږي او د افغانستان حکومت مسؤلیت دا ده، خصوصا اړوند امنیتي او کشفي او عدلي او قضایي ارګانونه، چې دا قضیه ډېر په اساسي توګه وڅېړي، چې خوشبختانه دولت دا اعلان کړی چې دا قضیه سیډي او هغه کسان چې لامل ده او هغه کسان چې دا کړنه ترسره کړې ده دوی سره قانوني چلند کوي. او زموږ غوښتنه هم دا ده چې په دې اړه عدالت تامین سي او هغه کسان چې داسې یو ناوړه چلند ترسره کړی، دې لپاره زموږ تحقیقات هغه وخت شروع شو کله چې دا حادثه رامنځته شو، قیصاري ونیول شو. زموږ ناظرین ډېر په سیستماتیک شکل باندې او ډېر په مسلکي شکل باندې دا قضیه خپل سارنې لاندې درلودل چې سارنه وکړي. او زموږ ابتدایي تحقیقات هم دا راښایي چې متاسفانه په ابتدایي د گرفتاری په وخت کې دوی سره بده چلند ترسره سوي دي. او په څېړنه کې آیا دا معلومه شوې ده چې واقعا د کومندو ځواکونه وایي چې بسم الله وزیری چې د هیواد د ځانګړو ځواکونو قومندان دی او په عملیاتي چارو کې د هغوی مشري په غاړه لري، په ځانګړې توګه دغه عملیات چې د قیصاري پر وړاندې کېدل، دوی دا مسله ردوي، وایي چې په کومندو ځواکونو د دغه ډول تور نه پوري کېږي او دوی د سیاسي کشالو کې نه راکېږل کېږي. دغه مسله روښانه شوې چې دوی د کومندو ځواکونه دي کنه؟ دا مهم نه ده چې موږ وایو چې دا د چا لخوانه، د کوم سړي لخوانه، چې نومې مشخصي، قطعي مشخصي، یا مثلا د کوم لیوال خوانه دا ترسره سوي دي. هدف دا ده دا کړنه ترسره سوي دي، یعنی مهم نه ده چې دا د کوم شخص لخوانه ترسره سوي دي. دا هغه کسان چې کوماندو ځواکونه د یا دا منسوبین وي د افغانستان د امنیتي ځواکونو تړاو، بیا دا قضیه یو بل اړخ لري، خو کچېره دا ځین نور مسایل سیاسي پکې رانغړل کیږي نو دا بیا بل اړخ لري. صدیقي صاحب، مشخصا غواړو په دې اړه ځواب راکړي چې آیا ستاسي ټیم او ستاسي پلاو په خپلو څېړنو بررسیو کې دا معلومه کړې ده چې دوی څوک دي دغه کسان چې د نظام الدین قیصاري منسوب ساتونکي وهي وډبوي؟ دا هغه کسان دي چې په امنیتي او دفاعي ځواکونو پورې مربوط دي، یعنی موږ نشو ویلی چې دا په کوم قطعې پورې مربوط دي. یعنی هغه کسان دي چې دوی منسوب ده، دوی عملا وظیفې ترسره کوي په امنیتي او کشفي ارګانونو کې او گرفتاری کله چې ترسره کیږي. زموږ ناظرین کله چې دوی مستقیم د قیصاري سره دوی مصاحبه کړې، دوی ویلي دي چې ما سره بدرفتاری شوی، یعنی د جریان په گرفتاری کې دا بدرفتاری ترسره سوي. دا مهم نه ده چې دا د کوم قطعي لخوانه یا د کوم کشفي او امنیتي ارګان لخوانه ترسره سوي دي. مهم خبره دلته دا ده چې هیڅ منصوب دا حق نه لري چې داسې یو کړنه ترسره کړي، که هغه کومانډو پورې مربوط وي، که هغه کوم نور مثلا د ملي دفاع وزارت پورې مربوط وي. جناب صدیقي صاحب، چې د امنیتي ځواکونو پورې منصوب کسان دي، منصوبین دي د دغه قواو کنه؟ دقیقا دا د امنیتي ځواکونو پورې مربوط دي، هغه کسان چې تللي دي. عین ابتدایي زموږ تحقیقات دا راښایي، کله چې دا تحقیقات قدم په قدم دي، لپاره چې زموږ همکاران همدا اوس په فاریاب کې دا مسله تحقیق کوي، کله چې هلته هغه عملیاتونه ترسره سوي دي، دا خلک نیول شوي دي، هغه کسان چې خوشي سوي دي دوی سره هم مصاحبې شوي دي. او دې لپاره چې زموږ تحقیقات اوس هم جریان لري، یعنی که تاسو دا فرصت موږ ته راکوئ، دې لپاره چې یعنی په هر قدم کې موږ نشو کوی چې خپل د څېړنیز
اگر نتایج یو بل مورد تجوال را شو صدیقی سی بغداد چه تاسی خلو خبرو کیول شه نظام الدین قیصری سره هم ستاسو پلاو مرکی کردی دی دغه مرکو جزیات سی دی مرکه چیره وشو او تر طول امده موارد چو پا کابل که تر سره شو پا امنیت ملی پا یو توقیف زای که تر سره سیوی دی او زموش ناظرین دوی سره خبری کرده دیر پا یو کافی وقت که دوی سره مصاحبه شوی یعنی د جریان په گرفتاری که دی سره بدرفتاری شوی نور داسه خاص هغه نشته په دې کې د اندېښنې وړ خبره نشته او زه امیدواره یم یعنی زموږ بحث چیرته ده زموږ بحث دلته دا ده چې د افغانستان حکومت اړوند ادارات یعنی دا ویډیو چې اوس نشه شوې ده په دې ویډیو کې اساسي خپل تحقیقات ترسره کړي هغه کسان چې ګرم دي هغه کسان چې لامل ده هغه کسان چې دا پیښه داسې کړنه ترسره کړی دوی سره اساسي چلند او نور دا خو زه فکر کوم چې د اړوند ادارات مسؤلیت لري د قانون پر اساس د مدافع او بنسټ په توګه سپارښتنې څه دي زموږ خو غوښتنه هم دا ده چې اړوند ادارات که هغه لوی څارنوالي ده که هغه مثلا نور عدلي او قضایي ارګانونه دي که هغه امنیتي او کشفي ارګانونه دي د قانون پر اساس باندې دوی مسؤلیت لري خپل تحقیقات ډیر په عادلانه شکل باندې پرته له کوم ملاحظې نه پرته له کوم تبعیض نه په دې اړه خپل تحقیقات ترسره کړي او زموږ ولس ته او خلکو ته اړوند بشري حقونو نهادونو ته دوی دا اطمینان ورکړي چې په دې اړه تحقیقات ډیر په عادلانه شکل باندې روان ده او دا خلکو ته ډاډ ورکړي چې موارد تا هم را گرزو آقای رسولی حالا آقای صدیقی در گفته های خود گفتن که اینا بررسی های خود را انجام دادن و اینا معلوم کردن که این منصوبین قوای مسلح افغانستان هستن که گویا محافظین آقای قیصری را لتکوب میکنن گزارشات شما و بررسی هایی که از طرف دادستانی کل تا حال انجام شده در این مورد چی میکنن؟ تشکر خب آنچه را که جناب صدیقی صاحب هم گفتن این به نظر ما خواست همه خواد بود و این مسئولیت ما است قبل از هم که نگرانی یا پیشنهادات مسائل از طرف نهادهای صورت گرفته باشه لوی سانوالی افغانستان این مسئله را درک کرده که مسئولیت و وظیفهش است مسئولیت و مکلفیت دولت است تا از حقوق و آزادی های اتباع کشور حمایت و دفاع بکنه هر گونه عمل خلاف قانون در جریان هر نوع اجراتی که صورت گرفته باشه بدون توجه به اینکه این مربوط به یا منصوب به کدام اداره و نظام است این شخص در کدام موقعیت یا موقف قرار داره او را باید بررسی بکنه و ما این مسئله را بررسی کردیم یک مسئله مسئله دوم اجازه بدین مسئله دوم تنها ای اولین و آخرین مسئله نیست و نخواد بود که لوی سانوالی افغانستان به عنوان مسائل آزار اذیت و شکنجه رسیدگی میکنه و ما به بسیار یک جایگاه خاص قائل شیم لوی سانوالی افغانستان اولین نهاد شاید در بین نهادهای دولتی بوده باشه که کمیته من شکنجه را در چوکات لوی سانوالی افغانستان ایجاد کرده نتیجه را برای ما و آقای اجازه بدین نتیجه که شما گفتین بررسی در این مورد انجام شده نتیجه چی بود؟ نخست آیا این منصوبین کماندو هست یا خیر؟ خدمتان خیمه موال به سوال شما بعد از بررسی یک مسئله یعنی نبوده که از طرف سانوالی رسیدگی شده باشه مسائل دیگه هم در کابل در ننگرهار در هرات ولایت دیگه که اگه اشتباه نکرده باشم مورد رسیدگی قرار گرفته و حتی چون قانون به این مسئله میگه در صورتی که حتی بررسی و تحقیقات در قبال یک قضیه در حالتی صورت گرفته باشه که شکنجه بوده باشه بدرفتاری بوده باشه فریب بوده باشه مسائل دیگه بوده باشه حتی اجراتی که صورت گرفته و اجرات باطل است و اجرات نمیتونه جنبه قانونی داشته باشه و سارنولی همه این مسائل نه تنها در قضیه در هر قضیه دیگه هم رعایت میکنه اولین پرسش سوال شما از مضمون قضیه و از همی است که آیا هزارات رکدادی در یک فضای باز بوده وکیل مدافع حضور داشته شرایط دیگر قانون برای گرفتن اظهارات یک شخص در نظر گرفته رعایت میکنه در ارتباط به سوال شما باید خدمتتان عرض بکنم که این موضوع از طرف سارنوالی مورد بررسی قرار گرفته و فعلا هم همکارای ما در حالت بررسی کردن از این قضیه هستند تا حال نتیجه همه چون این مسئله را آقل یعنی سارنوالی چند روز یا که مورد بررسی خود قرار داده نمیتونیم از قبل از این که اجازه بدید قبل از این که حیات جناب صدیقی صاحب گفتن که اینا بررسی کردن مسئله رو روشن ساختن که کیها هستن و بالاخره شکنجه پنداشته میشه همچون یک حرکتی که انجام شده و از شما هم خواستن که در این مورد کارهایی را انجام شکنجه تعریف خاص خودت آره ما گفتیم بد رفتار ناوره چلند این ای یک رفتار است که در مغایرت با قانون است چرا که شکنجه تعریف خاص خودت داره
ما دا این نو صحبت نه گفتیم که شکنجه بسیار تشکر از تاسی شما ولی این یک مسئله را آقای صدیقی رسولی صاحب اگر سر اصل موضوع بریم این مسئله را روشن ساختن که اینها کیها هستن و بالاخره حالا کار شماست لوئیس آرنولی باید این کار را بکنه شما میگین که هنوز هم نهایی نشده مثلا کمیسیون حقوق بشر میتونه مسئله رو نهایی بسازه ولی دادستانی کل نه آیا همین چون من خدمت شما باید عرض بکنم که من فکر میکنم شاید به این مسئله ما صدیقی صاحبم موافق باشه که بررسی نهادهای امنیتی و کشفی و بررسی نهادهایی که همکار هستن و در استان کار میکنن بررسی نهایی نخواد باشه تصمیم نهایی رو محکمه در قبال قضایا میگیره و سارنولی بررسی خود انجام میده هر اداره مطابق به قانون یک چوکات یک لایحه و وظایف خود داره ما نمیتونیم به اساس تصمیمی که مثلا کمیسیون حقوق بشر بگیره یا پلیس بگیره یا امنیت ملی بگیره یا یک رسانه بگیره او رو نهایی اعلان بکنیم و حکم بالای بکنیم حتی سارنولی بررسی خود که انجام میده میگه احتمال چنین موارد وجود داره و اتهامات وجود داره این صلاحیت محکمه خود بود که در قبال یک قضیه تصمیم میگیره که آیا خب این مسئله شکنجه است به حد رسید آقای رسولی اما یک چیز اجازه بدین افراد منسوب به آقای قیصاری که لتکوب شدن و این ویدیوش شما گفتین که باید بررسی شوند اینا گرفتار شدن دوباره آزاد شدن و شما حرف از این میزنین که شما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدن اگر نه. نتیجه نهایی نگرفتن از قضیه پس چگونه افراد گرفتار شدن و پس رها شدن امیدوار هستم که اجازه بدین که حرفای ما بفرمایید اگر سر اصل مطلب سر اصل موضوع و بازی به با کلمات بگذاریم بهتر میشه اصل موضوع را میام صحبت میکنم ما یک هماهنگی خوب با تمام نهادها داریم سارنولی افغانستان یک نهادی است که باید بی‌طرفانه قضیه را بررسی بکنه سارنولی وقتی که یک قضیه را بررسی میکنه یک پلان تحقیقاتی منظم میده شده حتی ویدیویی که نشر شده مثلا از رسانه شما باشه یک رسانه دیگه باشه امیر هم هیئت تحقیق می از شما رسما به گونه مثال او را مطالبه میکنه بررسی را که مثلا کمیسیون حقوق بشر داشته باشه یا نهادهای دیگه که همکار داشته باشه بررسی از اینا را مطالبه میکنه یا اینکه اینا خودشان این بررسی های خود به نهادهای مربوطه و مراجع مربوطه میسپارن در نهایت امر بررسیایی که از این طریق صورت گرفته مسائلی که از طرف مطبوعات و میدیا به نشر رسیده اظهاراتی که از طرفین گرفته میشه شهودی که از محل شهادتشان استماع و شنیده میشه و برخی فعالیت های دیگه تحقیقاتی است که از طرف همکارای ما صورت میگیره در نهایت امر اینا میان تصمیم میگیرن یک کار خب حالا ساده حالا نیست و یک کار نیست با تمام از اجازه بدین اگر هست یا نه اجازه بدین دو عمل نظر به قانون صورت گرفت گرفتاری و رهایی در این مورد نقشی که لوئیس آرنولی افغانستان داشت چی بوده؟ آیا نقشی نداشتین در این مورد؟ به خاطر افراد گرفتار شدن لتوکوب شدن و شما هم تایید میکنین که لتوکوب صورت گرفته و گفتین که هنوز بررسی جریان داره خب افراد گرفتار شدن آزاد شدن در این جریان هیچ کاری از طرف لوئیس آرنولی انجام نشد متوجه بشن حرفایی که ما میزنیم از نظر آثار بسیار تاثیرگذار است که شما او را به عنوان بازی از کلمات میپندارین اما کسایی که اهل مسلک هستن کسایی هستن که کلمات ما را میفهمن یا درک میکنن این هر کلمه ما از خود در پشت سر خود یک پیامد کلام مثلا دارن. کدام کلمه مثلا وقتی که شما متهم میگین تا مضمون میگین و زمانی که شما تایید مسئله بدرفتاری میگین مسئله شکنجه میگین یا ای که شما میگین ادعای مبنی بر شکنجه و بدرفتاری بررسی میشه یا ای که میگین این شکنجه و بدرفتاری بررسی میشه ای همه از خود مفاهیم کلان دیگه تداعی میکنه که ای ما در مورد صحبت نداریم آقای رسولی که شکنجه بود بدرفتاری بود هر چیزی که بود شما صحبت سر گرفتاری و آزادی افراد اجازه بدین شما مثلا در گروپتون میگن که تایید میکنین که این عمل صورت گرفته به هیچ وجه تا زمانی که هیئت تحقیق تصمیم نهایی خود نبیاره تصمیم نهایی در پیرامون قضیه نگیره هیچ کس نمیتونه یه اداره بکنه که این صحت داره یا سقم داره پس چرا افراد آزاد شدن اجازه بده آزادی و گرفتاری و مسائل خود قدر مسئله این مسئله قانونی است شما خب حالا ما اجازه نظر به قانون از شما میخوایم بپرسیم نظر به کدام نقشی که در این مورد برتون مورد شرون ولی افغانستان دارد چی بوده حالا افراد گرفتار شدن آزاد شدن حالا من خدمت شما حال خدمت شما هم احکام قانونشان میگم در صورتی که از طرف نهادهای امنیتی و کشفی اشخاص افراد توقیف میشن گرفتار میشن تحت نظارت قرار میگیرن زمانی که ادامه بر توقیف و نظارت از اینا لازمی نبوده باشه نهادها میتونن تصمیم بگیرن در بدل ضمانت تصمیم بگیرن اجراءات یا پروسیجرهای دیگه که وجود داره یا رها بکنن ولی رهایی از یا به معنای ختم قضیه نیست
یا توقیف از اینا به معنای ختمی قضیه نیست. این آیت از با صلاحیت از طرف سرنوالی توضیح شده، یعنی شما افرادی که آزاد شدن فعلا به ضمانت رها شدن. خدمت شما اجازه بدین، خدمت همین کلمه را شما وقتی که با این قاطعیت عرض میکنین یا با این چیز آقای رحلی، خدمت شما اجازه بدین که ما همین کلمه را تکمیل بکنیم در قسمت حرف ما. شما صحبت میکنین از قانون، از اصطلاحات و کلمات، ولی سوال ما فکر میکنم مخاطبین ما میخوایم خلاص برتان بگویم اجازه بدید آزادی افراد اجازه و گرفتاری افراد و نقش لوی سارنوالی در این مورد که باید بررسی میکردن که واقعا این افراد چرا گرفتار شدن چی بود. خب اجازه بدید، ما گفتم که دفاع و حمایت از حقوق و آزادی های مردم افغانستان مسئولیت اساسی و مهم است. هر شخص، هر فرد در موقف یا موقعیت قرار داشته باشه، عمل خلاف قانون انجام بده، چی عملش شکنجه باشه، چی بدرفتاری باشه، چی قتل باشه، چی جنایت باشه، مسئولیت سارنوالی است که قضیه را بررسی بکنه و این مسئله را بررسی میکنه. این مواردی هم که از طریق مدیا به نشر رسیده و در گزارش اخبار شما رسیدگی صورت گرفته، ما این مسئولیت خود بررسیش میدانیم. هیئت توظیف شده که این مسئله را بررسی بکنه. پلان تحقیقاتی به خاطر بررسی از این موضوع ترسیم شده. همکارای ما امروز هم عملا بررسی های خود انجام دادین، ولی که ما خدمت شما بگیم که این بررسی فعلا شما میگین دقیقاً نظر به قانون بررسی میکنین. بله. حالا موردی که ما میخوایم آقای رسولی اشاره داشته باشن، ما میخوایم از شما پاسخ بگیریم من حیث مسئول، این است که افراد گرفتار شدن دوباره رها شدن، لوی سارنوالی افغانستان نظر به قانون صلاحیت داشتن بازرسی بکنن و ایر دقیق معلوم بکنه افراد چرا گرفتار شده و دوباره چرا رها تمامی شده. موارد دو مورد خیلی ساده است. تمامی موارد پس پاسخ چی است؟ تمامی موارد مورد بررسی قرار میگیره که آیا توقیف و گرفتاری از اینا گرفتاری قانونی بوده، تمام پروسیجرها و همو گامهایی که قدم به قدم به خاطر گرفتاری در قانون پیش بینی شده، این همه رعایت شده یا نشده، همین رهایی از دو هفته میگذر از این قضیه. خب چرا تا حال موضوع بررسی تحقیق یک مسئله در شش ولایت افغانستان همین اکنون مظاهرات جریان؟ خب اجازه بده شما ببینین این مسئله جدیت قضیه را باید در نظر بگیرید. خب دقتون باید شما در نظر بگیرید. نمیتونه شما نمیتونید دقت شما نمیتونید دقت قربانی سرعت بکنین. تامین عدالت گپ ساده نیست. ما بیایم با یک حرف با یک کلمه بگیم بر تمامی قضایا مستندسازی میشه، اسناد جمع آوری میشه، با اشخاص افراد مصاحبه صورت میگیره. آیا مصاحبه صورت گرفته در محل رویداد؟ محل رویداد موردی که محل رویداد دیده میشه. آیا افراد به ضمانت رها شدن، به کدام قانون رها شدن، بالاخره چرا رها شدن، چرا گرفتار شدن؟ مواردی بودن که شما دو گفت شما ده سوال کردین اما پاسخ یک سوال ما را اجازه نمیده. ولی متاسفانه تکرار میرین آقای رسولی. لطفاً یک یک سوال اگر کنین که به خدمت شما قرار بگیرم. نظر به کدام قانون حالا افراد رها شده؟ خیلی کوتاه. خدمت شما پیشتر هم عرض کردم که یک بار شما اجازه بدین که ما سر سوال شما خب تا از اول تا آخر اجازه بر شما دادیم آقای رسولی. خب اگر فرصت بدین که ما بر شما صحبت ما گفتم که تمام این مسائلی که شما یاد میکنین نگرانی وجود داشته باشه همه از این موارد بررسی قرار میگیره و این به تمام مراجع و اشخاص افرادی که نیاز داشته باشن به این معلومات در چارچوب قانونی این معلومات هم شریک میشه. چیزایی که جناب سیقی صاحب گفت، با هر شخص، هر فرد در هر حالتی که رفتار غیر قانونی صورت گرفته باشه، این با مسکسای که رفتار غیر قانونی کرده از اون خواهش میکنم از شما به این پاسخ بدین، افرادی که رها شدن به کلی رها شدن، از قانون معافیت دارن یا به ضمانت رها شدن؟ اجازه بدین که هیئتی که به خاطر بررسی از قضیه از طرف سارنوالی توظیف است کارشان پایان بیافه. در ختم کارشان خدمت شما تمام مسائل یک یک بازگو خواهد شد. در خب حالا خب این مورد خب کدام چرا رها شدن افراد، ضمانت بود یا چی بود؟ رهایی و توقیف آیا معلوم نکردین؟ توقیف یک مسئله نهایی نیست. شما روزانه ببینید امروز روز دوشنبه بود، روز دیدار مردم بالای سارنوال بود، شاید ده ها نفر اگه اشتباه نکرده باشم که موجودیتشان در نظارتخانه توقیف یا دوامشان ضروری دانسته نمیشد یا توقیف از او غیر معجب بود، اونا رها شدن و قضایشان مورد رسیدگی قرار میگیره. یک مسئله این است که تنها در این قضیه اجرات صورت گرفته. بسیار تشکر. و از آقای سیدی پاسخ خیلی کوتاه میخوایم داشته باشیم. بسیار تشکر رسولی صاحب. قضیه ولی سلو روانه ده. آیا ورود قضیه کنا تاسو فکر کوی چارتیا ده؟ امیدوارم چې دولت خپل مکلفیت خپل مسئولیت د اساسي قانون پر اساس باندې او همدارنګه د بشري حقوقو د ارزښتونو پر اساس باندې خپل مسؤلیت ترسره کړي او خلکو ته دا قناعت ورکړي چې عدالت په دې مورد کې تامین شوی ده او عدالت پلی کیږي. او ډېر زیاتمونه کوو کور مادان زموږ بلنه منلې. آقای رسولی از شما هم تشکر میکنیم. به همدې ځای کې پس از خبر رانغاړو